تاریخ مرزی میان گذشته و آینده به زمان حال. خدای من، این کوله پشتی مریمه. این اینجا چی کار میکنه؟ مریم، بهمن، شما کجا هستید؟ نگران نباش، بچه ها هر کجا که باشن من اونا رو پیداشون میکنم. پدر بزرگ، هیچ اتفاقی واسه یه مریم و بهمن نیفتاده. اونا همین اطرافن، ما اونا رو حتما پیدا میکنیم. نباید جای دوری رفته باشن. آقا بهرام، شما میتونید اونا رو پیدا کنید مگه نه؟ آره دختره، من میرم همین اطراف رو یه گشتی بزنم و برمیگردم. صبر کن، منم با هات میام. اینجور دلم آروم نمیگیره. فکر کنم برای اونها اتفاق ناگواری افتاد. پیدا شدن کفش مریم در پایین تپه و کوله پشتی اون در درون دره، این اتفاقات چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ منم نمیدونم، ولی قبل از هر چیزی لازمه که یه ردپایی ازشون پیدا. نگران نباش، میتونی روی من حساب کنی. بسیار خوب، جستجو برای ردپا از همین الان آغاز میکنیم. البته من یه عذرخواهی به تو بده کارم. من فکر میکردم که چشمای تو برای شکار کردن دیگه قدرت نداره، ولی حالا میبینم که چشمات خیلی خوب و قوی این کوله پشتی رو از فاصله دور تشخیص داد. چیزی که من نتونستم ببینم ولی تو دیدی. مهم نیست، اصلا فکرشو نکن. شاید حق با تو باشه. آخه من مدت زیادی نیست که چشمامو عمل کردم. الان به همون خوبی اون روزا که شهرت تیراندازی من سر زبونا بود میبینم. پس پیداشون میکنم. من بابت اتفاقاتی که در گذشته افتاده ازت معذرت‌خواهی میکنم. گذشته ها گذشته، بهتره فراموشش کنیم. الان چیزی که مهمه نجات بچه هاست، باید پیداشون کنیم. بهتر بریم سراغ ردپا و دنبالشون بریم. آقا بهرام، از کدوم طرف بریم؟ از این سمت. همینجا وایسین، اینجا یه سری ردپا هست، نباید از بین برن، میترسم خرابشون کنیم. ردپای بچه هاست؟ نه، گمون نمی کنم. این شبیه به همون ردپاییه که من در پایین تپه دیدم. درسته، خودشه. من فکر میکردم که ردپایی یه خرسه. نه، این ردپای خرس نیست. خرس به خاطر وزن زیادی که داره ردپای عمیقی از خودش به جا میزنه. این ردپا مربوط به کسیه که وزن سباکی داره. به همین دلیل نمیشه به درستی رد اونو معلوم کرد. داره هرچی هست ردپای بچه ها نیست، چون این ردپا خیلی تازه است. این خیلی خوبه، این یک سرنخ خوبیه. این ردپا مسیر حرکتش به سمت شماله. آره، حق با شماست. این ردپا به سمت شماله. باید بریم به سمت رودخونه. بهتر عجله کنیم. نه، این یه مقدار از پشمه یه حیوانیه که به شاخه درخت گیر کرد. پشمه بدن چه حیوانیه؟ شاید پشمه یه گوسفند باشه.
پشم گوسفند، اونم تو این ارتفاع بالا که به اندازه یه آدم بالغه؟ نه ممکن نیست، این شاخه خیلی بالاست. شاید باد اونو به سمت شاخه ها بالا برد. نه هیچ کدوم از فرضی های شما درست نیست، این پشم اصلا پشم گوسفند نیست. پس پشم چه حیوانیه؟ خرس. یعنی ممکنه که یه خرس به بچه هم بکرده باشه؟ نه من مطمئن نیستم، چون اینجا هیچ رد و نشونی از بچه ها دیده نمیشه. هیچه. پس اون کوله پشتی چی بود آقا بهرام؟ ممکنه از بالای دره به پایین پرد شده باشه، یا اونو گم کرده باشن و یه حیوانی اونو با خودش آورده باشه پایین. من فکر میکنم که بچه ها از دیدن یه خرس بزرگ ترسیدن. لنگه کفش مریم نشون میده که مریم فرصت نکرده کفششو بپوشه و از دست اون خرس فرار کنه. این چیزایی هم که اینجا افتاده نشون میده که بچه ها از دست یه خرس فرار کردن. این دیگه ردپای خرسه. حالا دیگه شک ندارم که این اطراف یه خرس زندگی میکنه، چون این ردپا خیلی تازه است. ببینم حالا این خرس کجا هست؟ احتمالا به خاطر پیدا کردن غذا از رودخونه عبور کرده. شاید اون طرف رودخونه بوده و به این طرف اومده باشه. نه از سمت پنجه‌های خرس معلومه که خرس از این طرف رفته اون طرف. پس بهتره ما هم از رودخونه عبور کنیم، شاید نشونی چیزی آدرسی از بچه ها اون طرف رودخونه پیدا کنیم. خیلی خوب دیگه نرگس، بهتره از همینجا تو دیگه برگردی به خونه. بله عزیزم فکر خوبیه. شاید شما فکر میکنید من دست و پاگیر شما. نه نرگس جان اینطور نیست. ببینم نکنه شما فکر میکنید که من از خرس میترسم. نه ما اینجوری فکر نمیکنیم، گذشتن از رودخونه کار سختی. من از عهده این کار برمیام. معلومه که برمیای، اما ما نمیدونیم که اون طرف رودخونه چه چیزی منتظرمونه. شاید یه خرس به ما حمله کنه. خب آقا بهرام که قهرمان، خودش خرس رو میکشه دیگه. دخترم حتما الان پدر و مادرت هم کلی نگرانت شدن. اونا میدونن وقتی من گله رو به چرا میبرم غروب اونا رو جمع میکنم و برمیگردم. قبوله؟ خب الان نرگس جان نگران گوسفندات نیستی؟ نه نگران نیستم قربان، حواسش به گوسفندا هست. اگه من جای تو بودم این کارو نمیکردم، میدونی که اون پسر سر به هواییه. آخه من دلم میخواد بچه ها رو پیدا کنم. از تو ممنونم. راستش دوست دارم این خرس قهوه‌ای رو ببینم، خیلی میترسم اگه برم یه وقت به من حمله کنه. خیلی خوب پس با این حساب دیگه چاره ای نیست، باید همراهمون بیاد. بیاین. یا این دیگه منتظر چی هستین؟ یا این یا نگران نباشه. خوبه. آخش بابا خرم سیدی. بله خب پشتر آمده. مراقب باشی.
آروم حرکت کنیم تا اگه خرسی این اطراف هست متوجه ما نشه. فقط آروم پشت سر من حرکت کنه. این لکه‌ای که اینجاست لکه‌ای خونه. بله درست میگی، چند تا لکم اینجاست. یعنی چه اتفاقی واسه بچه ها افتاده؟ خدای من جلو نیاین، بهتره همینجا وایسی. چی شده؟ مراقب باشین پاتون رو روی رد پای خرس نذاری. مسیر خرس از اینجا عوض شده، اون دوباره به سمت رودخونه رفته. هر کجا لکه خونه رد پا هم هست، و این یعنی این که خرس قربانی خودشو تا نزدیکی رودخونه برده. فقط مراقب پاتون باشی که نشونه رو از بین نبره. خرس ممکنه همین نزدیکی ها باشه. همه جا رو با دقت نگاه کنیم، شاید باز هم نشونه هایی باشه. خدایا من که مونگون تا بچه ها رو پیدا کنیم. امیدوارم حالشون خوب باشه. مرمم بهمن عزیزم مقاومت کنیم. اینجا جنگل خطرناکیه، هر خطری ممکنه بچه ها رو تهدید کنه. هر طور که شده باید قبل از تاریکی بچه ها رو پیدا کنم. خدایا کمکمون کن تا بچه ها رو پیدا کنیم. امیدوارم حالشون خوب باشه. مریم بهمن عزیزم مقاومت کنیم. خیلی خوب همینجا وایسی. چرا مگه چی شده؟ بهتر شما و نرگس از این جلوتر نیاید. Thank you.